سلام بچه ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز آرش اومده پیش من، قرار با هم یه ویدیو بسازیم. قرار امروز نحوه پیدا کردن دوست دختر خارجی رو بهتون آموزش بده، استپ با استپ، مخصوصا دوست دختر چینی، کره، ژاپنی، مکتب ارشد و دکترا. خب آرش میتونی شروع کنی. خب اینجا رو کات بکن، بعدش بعد چیز کنی. نه کاتت شما کات، مگه همین نمیخواستی ویدیو بگی؟ نه بابا، کی گفته من میخواستم اینو بگم؟ بود موضوع یه چیز دیگه بود. نه، موضوع پیدا کردن چجوری اینترنشیپ و دوره پایان نامه توی شرکت ها پیدا کنیم و دورامون اونجا بگذارونیم و آرش این کارو کرده برای دوره اینترنشیپ اجباریش برای دانشگاه و قرار امروز بهمون توضیح بده و یه سری اطلاعات خیلی مفید بهتون بده که وقتی اومدین آلمان درس خوندین چجوری دوره‌های اینترنشیپ پیدا کارآموزی بریم، مثلا پیدا کنین توی شرکت‌ها، مرتبط با رشته‌تون برین و حتی پایان‌نامه‌تون رو توی شرکت‌ها کار کنین و توی دانشگاه کار نکنین و حالا مزایا و معایبش خودش بهتون میگه. اول خودتو معرفی کن، بدونن کی هستی. خیلی نمیدونن که فکر می‌کنن به فارسی؟ نه، به آلمانی سلیس. مخاطب انگلیسی نداری؟ خیلی زبان بلدی حالا میگن. آره بگو. البته آلمانی داره میخونه. بچه من میخونه. یه چیزی بگم، به نظرم خیلی بهتره که تو اون ویدیوهاتو یه زیرنویس انگلیسی هم بذاری اگر گفت تو نظر نده. نمیخواد بذاره. آقا مخاطب خارجی نداره این ویدیو، اکثرا واسه ایرانی هاست دیگه. الان اکثر ویدیوهای من آموزشی و اطلاع رسانی در مورد حالا چیزا هست، حالا ویلاگ هم میگیرم ولی میگم به درد خارجی ها زیاد نمیخورم، دوسته ایرانی کافیه. همون فارسی میگه. خب بچه ها سلام، من رفیق آرتینم متاسفانه. امروز رفاقتی با تو ندارم. امروز به دعوت آرتین اومدم پیشش و اینکه یه معرفی کلی. من آرشم، 29 سالمه، دارم ارشد میخونم اینجا توی شهرمون. البته با آرتین فرق میکنه، ما شهرمون مونستره و رشتم هم اینفورماتیک مکانیکه. نگاه کن بهشون، باید حرف بزن با در و دیوار حرف نمیزنی که نگاهشون. آره، من رشتم هم مکانیک آیتیه، یه سه عجیب غریب و به قولی جدیدیه. ولی خب آره، این یه معرفی کلی بود که در مورد خودم خواستم بگم و اینکه من الان ترم 5م، یعنی به خاطر زبان یه ذره طولانی تر شده و فکر میکنم خیلی عادیه واسه هر کسی که میاد. من ترم 5م. آره دیگه، یعنی اگه ارشد مثلا خواستید بیاید باید روی بیشتر از اون حدی که هست حساب بکنید همیشه، چون معمولا کلاس زبانی مثلا من ترم 5 که هستم داره تموم میشه، نه درس داشتم نه تست برداشتم، داشتم زبان میخوندم و کار میکردم. حالا کارم غیر مرتبط بود ولی حالا خرجم رو باید در میوردم. میگم زبان میخوندم، حالا خیلی از بچه ها ترم 6شون هم دارن زبان میخونن و برنامه شون اینه که ترم 7 مثلا پایان نامه رو یه ذره کار کنن تا ترم 7 سابمیت کنن که ارشدشون میشه در واقع 3 سال و نیمه و بیشتر طول میکشه از ایران. حالا آره، در حقیقت همین جوریه، یعنی حتی خیلیایی که به زبان آلمانی میخونن اولش باید سری کورس زبان بگذرونن و امتحان بدن که حالا بیشتر قاعدتا طول میکشه. بعدم اینجوری نیست که حالا اونایی که برای اونایی که تو ایرانن فکر نکنن اگه اومدن اینجا مثل ایران میتونن درس بخونن. آرتین فکر کنم اینا رو قبلا گفته تو کانال، کلا شرط خیلی فرق میکنه. آره، مخصوصا واسه اونایی که میگن بیان تو محیط زبان یاد میگیریم. ما هم چیزی ردی ببین، مدرک B2 به بالا داشته باشین آله تو محیط میتونید پیشرفت کنید. B2 C1 میگن، ولی زیرا اون اصلا نمیفهمین چی میگن که بخوام پیشرفت کنم. آره کلا، یعنی اصلا یه جوریه که حالا حتی اگرم بدو داشته باشید کلا کار زیاده وقتی میای تو آلمان. آره آلمان و کارهای اداری و اینا همه رو اول باید انجام بدید، خریدا با خودتون و خیلی مسائل دیگه که کلا همه چیزو مینازه عقب. خواستم اینو بگم، یعنی اینکه روی اون ترمی که دانشگاه نمیشه مثلا 4 ترم فکر نکنید مثلا ایران میتونید همه رو پاس بکنید و بعد از 4 ترم کارو پیدا بکنید و قبلش هم یه رزومه خیلی خوبی داشته باشید و بدون دغدغه برید سوار کار بشید. این مگه اینکه توی ایران ایده‌آله. آره، مگه اینکه توی ایران کار کرده باشین و حرفه‌ای باشین تو رشتهتون و مثلا یه رزومه خیلی جذاب و قوی واسه کارفرما داشته باشین که اینجا بلافاصله بتونید زود کار پیدا کنید، وگرنه واقعا سخته و آلمانی رو هم باید بلد باشین. آره، بعد آرش در مورد رشته خودت هم بگو. آی تی مکانیک، من خودم آی تی میخونم، آرش آی تی مکانیک میخونه که بیشتر تو بحث روباتیک اینا سال خودش الان میگه. آره خب، حالا مثلا یه فرقی که ببخشید من پایین میگم، یه فرقی که آلمان با مثلا کشوری مثل ایران داره به نظرم بیشتر این تنوع رشته هایی که توش وجود داره. حالا آرتین خودش هم بهتر میدونه، مثلا
خیلی میان رشته ای زیاده. حالا مثلا تو مورد من رشته اون یه جوریه که شاید عجیب به نظر بیاد، مکانیک و آی تی مثلا ترکیبش. یا مثلا خیلی یه ترکیبای خیلی عجیبی وجود داره دیگه کلا. حالا خلاصه من رشتم آی تی مکانیکه و بیشتر حالا کارشناسیم هم مکانیک بوده، حالا ارشدم مکاترونیک بوده که ناقص موند و اینجا دارم الان این رشته رو میخونم. مال منم یه جوری بین رشته ای، چون کلاس ما هم از مثل من از رشته برق اومدن یه سری ها، یه سری هم از آی تی اومدن، یه سری از رشته کامپیوتر ساینس اومدن و آره از چند تا رشته گرفتن این نیروها رو و میگن که هدفشون اینه اینا رو مثلا قاطی پاتی کنن یه چیز خوبی از توش در بیاد که مثلا علمی تولید بشه. آره دیگه، به قول آرتین این چیزا اینجا تو آلمان خیلی پرطرفدار و آره دیگه که مثلا دو تا رشته رو با هم ترکیب میکنن که آره مثلا همین دانشگاه ما چند تا استاد معماری چند سال پیش دور هم نشستم و یه رشته جدیدی رو ساخته بودم و ارائه داده بودم. به خاطر همین خیلی اومدن این رشته رو اپلای کردن، تو این چند سال اخیر داشتن در موردش یه پرزنتیشن میدادم ما گوش میکردیم و اینجوری که چند تا استاد دور هم جمع میشن میگن بیان این رشته رو بسازیم، مثلا این درس رو ارائه بدیم از این رشته از اون رشته که مثلا نتیجهش بشه فلان چیز. آره ولی به نظرم خیلی هم کاربردیه، یعنی دقیقاً آره مثلا یه بودی اون دانشجویی که از اون رشته میاد بیرون بار نمیاد. حالا آره مثلا آره. توی رشته من، حالا من خودم گفتم بک‌گراندم مکانیکیه، ولی کاری که میکنیم مثلا برنامه‌نویسی واسه پدیده‌های مکانیکی، یه جورایی برنامه نویسی، شبیه سازی، حالا واسه کسایی که روباتیک آشنان میدونن که خیلی بهتره که مثلا میان رشته‌ای باشه تا تو مثلا فقط مکانیک بخونی بعد که تموم شد خواستی بری وارد بازار کار بشی ببینی که غیر از مکانیک خیلی چیزای دیگه باید بلد بوده باشی. آره که باید خود جداگونه بری، ولی خب به نظرم ایده خوبیه که بین دوتا رشته باشه. خب در مورد اینترنشیپی که داری الان گرفتی میخوای بری هم توضیح بده، چون میگم که بعضی رشته ها اینجا ما نداشتیم، ما بعضی اینترنشیپ ریسرچ پروژکت داشتیم و 30 واحد بود و کلان ارشد 120 واحد، اینجا 60 واحد درس های تئوری هن، هر درس 12 تا درس 5 واحدی مثلا رشته ما IT و 30 واحد ریسرچ پروژکت بود و 30 واحد هم تزمونه. ریسرچ پروژکت ما کار تحقیقاتی و برنامه نویسی اینا بود که انجام دادم. مال آرش مثلا خیلی رشته دیگه مثلا اینترنشیپه، مثلا اینترنشیپ اجباری که از طرف دانشگاه میرن و آرش مثلا توی یه شرکتی پیدا کرده. آره دیگه، حالا بستگی به اون رشته هم داره، مثلا اگه شما کارشناسی باشید فکر می‌کنم مثلا یه ترم اون اواخر دوران تحصیلتون باید توی شرکت به عنوان کارآموزی انجام بدین. آره تو ایران هم داشتیم دیگه. ولی خب آره اون یه ترم کامل به حساب میاد، یعنی یه جورایی مثل پایان نامه است. حالا آره چیزی که ما داریم ولی مثلا یه واحد بین مثلا 4 تا واحد دیگه که توی اون ترم باید بگذرونی. حالا اگر که خیلی خوش شانس باشی واسه این قضیه کلا دو تا راه پیش پای کسایی که این جور رشته‌ها رو دارن، چون که اجباریه دیگه همه باید بگذرونن. حالا یا میتونن اینو برن توی دانشگاه بگذرونن با یه دونه استاد راهنما، مثلا اون استاد میبرشون توی لابور دانشگاه و مثلا اون پروژه‌ای که خودش داره روش کار میکنه رو مثلا یه بخششو میده که هم به نفع خودشه هم دانشجو میتونه. دقیقاً منم همون کارو کردم، یعنی مال ما اینجا بود که استادمون توی پروژه‌ای که با استاده دیگه 11 سال روش کار کرده بودن با یه روش دیگه گفت بیا تو با این کارایی که ما کردیم و با این روش انجام بده ببینیم تا آخرش چی میشه و نتیجهش خوب شد. قراره تو تزم هم همون ادامه بدیم، حالا ببینم الان بر نداشتم تزم رو ببینیم چی میشه. آره بعد مدلش هم حالا همونجور که آرتین گفت خیلی استادا اینجوری هن و برای پرکتیکو هم خب برها شما یه استادی رو حتما از طرف دانشگاه نیاز دارید اگر که بخواید تو دانشگاه بمونید، یعنی باید صحبت بکنید و ببینید که اون کاری که اون استادتون انجام میده میخوره به برنامه‌ای که شما تو آینده‌تون دارید یا نه، می‌خواید تجربه کسب کنید. و راه دومش که حالا بیشتر می‌خوایم راجع بهش صحبت بکنیم در مورد اون انتخاب دومه، که یعنی شما می‌تونید مثلا توی شرکت خارجی جدا از دانشگاه مثلا همون کارا همون پروژه رو انجام بدید ولی با یک شرکت بجون، یعنی طرف حسابتون یه دانشگاه نیست، یه شرکته که مثلا داره روی یه موضوعی تحقیقات انجام میده که حالت پروژه توره و قراره توی آینده اونا رو اجرا بکنه. حالا مثلا و به نظرم اتفاقا داشتم زور با بچه ها صحبت میکردم بهشون میگفتم که اگر که منم جای اون شرکت بودم ترجیح میدادم که دانشجوها رو بگیرم و یعنی میخوام بهتون بگم که فکر نکنید که مثلا طرف بره یه آدم با سابقه بیاره رو پروژه کار بکنه، اتفاقا خیلی بهتره که دانشجو بیاره. به چند دلیل،
یکی اینکه این دانشجوها خب به هر حال خیلی تازه از دانشگاه اومدن و حتی به محیط علمی نزدیکن خیلی و نزدیکن و درگیر درس و تئوری درس و کاوش و اینا. خب این با کسی که مثلا انگیزم دارن دقیقاً، مثلا با کسی که 30 سال پشت یه میز نشسته و یه کار تکراری و هی انجام، درست تجربه داره طرف، ولی خب واسه پروژه که هنوز وارد بازار کار نشده به نظرم اون شخص نمیتونه مفید باشه، چون اون نوآوریاشو به قولی از دست داده و به جاش تجربه گرفته. حالا دیده منه و شاید اشتباه باشه، ولی خب از نظر دومم این که هزینهش خیلی کمتره. یعنی شما مثلا به عنوان یه دانشجو تقریبا هیچ چیزی نمیگیرید از اون شرکت، یعنی خیلی کمی شون... میدن دیگه. حالا بس آره، یا پول کم میدن یا اصلا پول نمیدن واقعا به خیلی. برای اینترنشیپ اجباری اینجوری که یا پول کم میدن یا نمیدن. حالا بعضی اینترنشیپ های اختیاری هست که ارائه میدن واسه رشته مختلف، اون پای حقوق حداقل میدن، اون سر جای خودش. بله، حالا بستگی هم داره، اگه خیلی مهربون باشن بهتون پولم میدن، حداقل آره. توی دوره کارآموزی ما اینجا بهش میگیم پرکتیکوم، تو کام انگلیسیش هم میشه اینترنشیپ. آره اینترنشیپ. بعد دیگه اینکه آره دیگه خیلی مهربون آره. باشن قاعدتا پولو میگیرید ازشون، ولی اینکه چه رنجی باشه بازم دیگه بستگی به شرکت شانس داره شما. و شانس شما هر شرکت درآمدش بیشتر باشه و شرکت بزرگتر باشه طبیعتا شانس آره. واسه گرفتنش هم کمتر میشه و چون تقاضا بیشتره، تقاضا زیاده. از مزایای کار تو شرکت ها به جای دانشگاه هم بگو که اگه تزمون رو تو دانشگاه کار کنیم چه مزایایی نسبت به دانشگاه داره. آره خب به هر حال وقتی که شما خب مثلا اینجوریه که شما میتونید اون رو تو دانشگاه انجام بدید، اصلا هیچ عیبی نداره، نمره بالا بگیرید، خب به هر حال بعد از درستون میتونید چیز بکنید و تو رزومتون بنویسید و با یه شرکتی مثلا قرارداد اون رو نشون بدید و جز سوابقتون. ولی خب به نظرم خیلی بهتره که اینا رو آدم توی یه دونه شرکت انجام بده، چون که یعنی رزومه کاری میشه در دقیقاً، یعنی رزومه که شما توی دانشگاه انجام میدید شو اصلا واقعا نگاه هم نکنن، چون که به قول یه سری استادا هستن که آخه بسیار سختی دانشگاه هم داره، مثلا یه سری استادا هستن شما هر جور پروژه رو ارائه بدید خب به هر حال نمرهشو میگیرید دیگه، یعنی اینجوری نیست که بگی اشتباه انجام دادی میندازمت، واقعا خیلی کم پیش میاد واسه پروژه حداقل تو نمره شاید زیاد خوبی ندم، ولی معمولا آره میگن تو چون... مثلا 70% پیشروی داشتی مثلا آره یه نمره میدم بهت. حالا یه تفاوت خیلی بزرگی هم که آلمان با ایران داره به نظرم اینه که مثلا شما اتفاقا من یه پرکتیکوم تو یه شرکت انجام دادم، خوبیش این بود و جلسه اول که داشت طرح موضوع میکرد بهمون گفتش که ما اینو میخوایم تست بکنیم و شما این مسیر رو برید و اگر که به نتیجه نرسیدید واقعا هیچ اشکالی نداره و همین که برای ما بنویسید که من از این راه رفتم ولی به موفقیت نرسیدم و مثلا اینجاها مشکل کار بود، این خیلی واسه شون با ارزشه. یعنی شخص دومی که میخواد وارد این مسیر بشه اونو به عنوان یه دونه نکته به طرف میگن که مثلا این قضیه تست شده و سر همین مثلا میشه گفتش که اگر شما تا یه حد خوبی بالا برید و حالا جواب نهایی رو هم 100% به موفقیت نرسونید نمره خوبی میگیرید. آره. معمولا به همین دلیل اینکه وقتی شما با دانشگاه این کار انجام میدید به نظرم نمیتونه زیاد سنجش خوبی باشه واسه آره. اینم بگو که از کجا این پوزیشن ها رو پیدا کنن، کدوم سایت ها اینا و چجوری درخواست بدن برای اینترنشیپ و مستر آباد یا آبشلوس آباد در صورت پایان نامه که تو شرکت انجام پایان شد. نامه برای شرکت خب بازم چند تا راه وجود داره. حالا یکی این که مثلا استادی که داره تو اون زمینه کار میکنه قطعا خودش چند تا کانکشن داره تو شرکت های مختلف و میتونه خیلی کمکتون بکنه، یعنی اگه طرف شما رو بشناسه میتونه مثلا بگه که من اینجا و اینجا رو میشناسم باشون صحبت میکنم، رزومه تو واسه استادت میفرسی و اون مثلا یه جوری میشه واسط شما اون شرکت. ولی خب به هر حال اگر هم که نخواهید این کار رو انجام بدی، چون معمولا استادا خیلی اصرار دارن که دانشجوها توی دانشگاه باقی بمونن و پروژه هایی که خودشون به نفعشونه و نه همون دیگه پروژه هایی که خودشون دارن انجام میدن و مثلا بدن به بچه هایی که سریع تر پیش بره، ولی خب هستن استادایی که واقعا مثلا جایی رو میشناسن و معرفی هم میکنن. ولی خب به هر حال اگر که خودتون میخواید اقدام بکنید به نظرم اینو باید در نظر بگیرید که خیلی پروژه حداقل از نظر من طولانیه و فرسایشیه، چون که
طبق تجربه دوستای ما که دارن اینو انجام میدن خیلی طولانی شده این قضیه پیدا کردنشون و از سایت های مختلف، حالا من میگم چه سایت هایی اقدام کردن و مثلا درزن حتی یک ترم هم طول کشیده که بخوان انجامش بدن. ولی خب مثلا بهترین سایت ها واسه این کار اگه خودتون میخواید انجام بدید، مثلا اکثرا با لینکدین فکر کنم. آره لینکدین و لینکدین، استپستون، ایندید و ایندید و سابولی هم هست، ولی اون بیشتر کاره جنرال، یعنی آره اون بیشتر برای کاره. ولی خب آره ولی لینکدین رو جدی بگیرین، پروفایل خیلی خوبی داره، خودتون همیشه بسازین. من چند بارم تو ویدیو قبلی گفتم بهتون دیگه، آره لینکدین خیلی مهمه توی حالا ایرانو نمیدونم، تو باز من تو ایران کار نکردم، ولی خارج از ایران میبینم هر کی کار پیدا کرده 90% از لینکدین اپلای کردن و پوزیشن ها رو پیدا کردن و وقتی میخوای اپلای هم کنی ازت لینک لینکدین تو میخوان و میگن میان چک میکنم ببینن چه خبره، چون یه خلاصه ای از کار فعالیت ها و تحصیلات تو و پروژه هایی که انجام دادی تو لینکدین هستش دیگه، و خیلی سریع میان یه نگاه میندازن ببینن اصلا دردشون میخورین یا نه، ولی همین خیلی مهمه. آره خیلی جالبه، یعنی که مثلا شما اگه لینکدینتون رو داشته باشید بعضا حتی لازم نیست مثلا اپلیکیشن دیگه بفرستید. آره. چون که آره دیگه مثلا براشون خیلی معتبر و چیزایی که مینویسید مثلا به قول آرتین میتونی به جای اینکه دونه دونه بیای بشینی بنویسی از این سال تا این سال این کار کردم، یه اکانت لینکدین میدی و همه چی خود به خود پر میشه و دیگه براشون آماده ارسال میشه، واسه همین خیلی مهمه و اصلا یه دنیاییه. منم خودم زیاد تو لینکدین فعالیت نداشتم تا اینکه خوردم به این مشکل پیدا کردن پرکتیکوم و پایان نامه که بچه‌ها اونایی که موفقیتشون یعنی درصد موفقیتشون بیشتر بود بیشتر لینکدین رو معرفی می‌کردن. حالا شما هم جدیش بگیرید و اگر که اکانت ندارید و هنوز مدارکی بارگذاری نکردید اینو انجام بدید و مطمئنا میتونه خیلی کمکتون بکنه مثلا لینکدین. خب همه چیزی که میخواستیم بگیم همین بود، اگه سوالی در این زمینه ها دارین حتما بپرسین یا من یا آرش تو کامنت جوابتون رو میدیم. دوستتون داریم. این عینه که میگن لایک کامنت فراموش نشه دیگه، حرفشو زمین نندازید، لایک و کامنت کارایی که گفت نکنید، لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره، کانال بهتری رو فالو بکنید. دوستتون دارم، خدا حافظ.